عصر شنبه 28 مرداد 1357 سینما رکس آبادان توسط عوامل انقلابی به آتش کشیده شد. در این واقعه دست کم 307 نفر در آتش سوختند. عوامل انقلابی آتش سوزی رو به رژیم شاه نسبت دادن، در حالی که آتش زدن سینماها و بانک ها بخشی از برنامه انقلابی ها برای مقابله با حکومت وقت بود. گزارشی در این زمینه. رسیدگی به فاجعه سینما رکس آبادان. خبرهای اولیه تکان دهنده و مهیب بود. جزئیات قتل عام صدها نفری آبادان. 377 نفر در حریق سینمای آبادان زغال شدند. 600 نفر را در سینما رکس آبادان زنده زنده سوزاندند. بعد از آتش سوزی همه نیروهای انقلابی از مذهبی و مارکسیست و ملیگرا در بیانیه های رژیم شاه را مسئول دانستند. آیت الله خمینی در بیانیه ضمن بیان اینکه اطلاعی از واقعه ندارد تاکید کرد که آتش سوزی توسط رژیم شاه انجام شده است. آیت الله شریعت مداری هیئتی را مأمور رسیدگی کرد و این هیئت 6 نفره از جمله 3 روحانی به نامهای دوست محمدی، اروجی و ثقفی به آبادان رفتند و گزارشی تهیه کردند که به دلیل نتیجه گیری های آن علیه مسلمانان انقلابی هرگز منتشر نشد. بعد از پیروزی انقلاب بازماندگان قربانیان خواهان برگزاری دادگاه شدند که با مخالفت آیت الله خمینی و رهبر انقلاب مواجه شد، ولی تحسن بازماندگان در اداره دارایی آبادان در مقابل سینما رکس باعث شد رژیم اسلامی مجبور به برگزاری دادگاهی شود که با هیچ یک از موازین حقوقی سازگار نبود. از جمله دانامه دادگاه در واقع دانامه‌ای علیه رژیم شاه بود و ربطی به واقعه سینما رکس نداشت. بر اساس روزنامه‌های وقت، متهم اصلی به نام حسین تکبلی‌زاده در دادگاه تصریح کرد که آتش زدن سینما را به عنوان یک عمل انقلابی انجام دادند. تکبلی‌زاده همچنان گفت پیشنهاد خروج از کشور توسط انقلابیون را رد کرده، زیرا می‌خواهد اتهام ساواکی بودن خود را پاک کند. وی در دادگاه از کسانی یاد کرد که بعد از انقلاب جزو مقامات دولت انقلابی بودند، ولی دادگاه هرگز هیچ یک از آنان را احضار نکرد. اتهام تعدادی از محکومان دادگاه سینما رکس اصلا هیچ ربطی به واقعه نداشته و به عنوان عضویت در نیروهای امنیتی یا ارتش یا مخالفت با انقلاب اسلامی در شهرهای دیگر اعدام شدند. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا،